هدفم در موسیقی تولید نبود، نه تولید بود، نه شهرت بود، نه نمایش بود. بیشتر میخواستم تأثیرگذار باشم. ایده های زیادی من داشتم و این ایده ها رو میتونستم خیلی اینا رو کشت بدم و با ازشون مزرعه بسازم، بارورشون کنم اینا. ولی این ایده ها رو خیلی هاشو در همون فقط در حد نشون دادن همون ایده و عرضه کردن همون و به دست دیگران سپردن انجام دادم. برای همین شاید از یه دیدگاه من آدم پرکاری به نظر نیام، ولی از اون دیدگاه حالا من بخوام بگم چه کار کردم. همون زمان مرکز حفظ و احیا که ما بودیم، خب من یه گروهی داشتم، گروهی تشکیل دادم، یکی از گروه‌های مهم مرکز بود که میرفتم قطعات رو با استادان بزرگ، مثلا از آقای دوامی میرفتم تصانیف رو میگرفتم، با همین دوستان که آقای گنجی هم جزوشون بودن، هنوزم امروزم نقل قول میکنن، میگن یادت میاد تصانیف رو میرفتی از آقای دوامی میگرفتی با ما کار میکردی اینا. خب من با اینکه سنم هم کمتر از اونا بود، در 12 سال کوچیکتر از اونا بودم، ولی این نقش رو داشتم، میرفتم گروه درست میکردیم، خواننده بود، اجرا میکردیم. بعد یه دوره که رفتم در فرانسه، همون دوره که تعریف کردم گفتم کنسرت میدادیم، گفتیم هندی ها چه کار میکنن، ما چه کار میکنیم، توی این سیستم همونی که مثلا هندی ها، استادای هندی چطوری هن، مثلا راوی شانکار آهنگ که نمیسازه یا بسم الله خان، اینا اون راگا رو اون طوری که باید ارائه میدن. سالهای سال این کار من کردم در اروپا با نوازنده های ساز ضربی، با چندین نوازنده تنبک که مهمترینشون جمشید شمیرانی بوده، بعدش با محمد قوی حلم بوده، با مجید خلج بوده. خب کارهایی هست، سی دی هایی هست، برنامه های رادیویی هست که اینا صفحاش منتشر شده. توی اون بخش کارهای تدوینی، آموزشی، معرفی موسیقی ایرانی، مثلا رپرتوار ردیف و کامل مثلا با ستار اجرا کردم، در فرانسه منتشر شده، در امریکا منتشر شده، در ایران منتشر شده، با یک روش خاص این نوت نویسی شده، اونا منتشر شده، تئوریاشو نوشتم با تئوری جدید. این یه چیزی که در کارهای من در ایران شاید کمتر شناخته شده باشه. یه مرکزی به اسم رایومون که در 35 کیلومتری شمال پاریس، دیر قدیمی بوده، خیلی جای بزرگی و معمولا اروپایی‌ها به خصوص فرانسوی‌ها این کارو میکنن، این مکانهای تاریخی رو تبدیل به مکانهای فرهنگی میکنن. این مکان فرهنگی خیلی مهمیه که بودجه‌ش رو از اتحادیه اروپا میگیره، چندین بخش داره، بخش تئاتر و رقص و موسیقی کلاسیک و یه بخشی هم داره موسیقی امپروویزه، یعنی موسیقی بداهه. من در 15 سال با این مرکز کار کردم به صورت مداوم، حداقل سالی یکی دو بار پروژه هایی رو دارن، پروژه هایی تعریف میکنن که دیگه من با اونا مثلا مثل یه فامیل و مثل انقدر دوست و نزدیک شده بودیم با هم مرتب راجع به این پروژه ها. و این یه چیز اصطلاحی که میگن ترانس کالچورال، یعنی بین فرهنگی، اینا سیاست های فرهنگی و فکر ها، ایده های فرهنگی رو پیاده میکنن. فرانسوی ها تو این چیزا قوی هن و هر چقدر اقتصادشون خراب بشه باز از اینا نمیزنن، بودجه میذارن برای این کارا. چه کار میکردن اینا؟ مثلا یک موسیقی موسیقیدان هندی رو با یه موسیقیدان ایرانی، اگر اینا ایده های
جالبی داشتن می آوردن در اونجا مقیم میکردن، روی این ایده کار میکردن و اینو تبدیل به یه برنامه میکردن، کنسرت داده میشد همونجا تو رادیو، پخش مستقیم میشد که این آخری شد از من توی رادیو فرانسه و اینا. خب من چند تا پروژه بود داشتم، با موسیقی فلامنکو داشتم، با موسیقی با کرای افریقایی داشتم، موسیقیدانان ایرانی رو بردم اونجا، مثلا علیرضا قربانی رو من بردم اونجا و برای یه پروژه‌ای که مربوط به همین مقام و دستگاه و این چیزا بود، از این کارهای پروژه‌های اینجوری انجام دادیم. مثلا هر بار یه تعریفی داره دیگه، اونا بودجهش رو میدادن و این چیز میشد و اینا ضبطاش هم هست. خیلی هم میگن چرا اینا رو منتشر نمی‌کنی؟ من الان وقتش رو نمی‌بینم منتشر کنم، ولی سر فرصت میخوام این کارو بکنم. کارای اینجوری هم کردم قبل از اینکه اصلا این بحثای فیوژن و الان ما چی بهش میگیم، موسیقی که با هم مخلوط میشه، تلفیقی. بله خب این کارا رو من کردم با موسیقی افریقایی، با موسیقی فلامنکو، با موسیقی هندی، با اینجور موسیقی ها، با موسیقی مدرن اروپایی. چند مرحله این انجام میشه. یه مرحله میان، حتی ممکنه دو تا سه تا سفر بکنین، دعوت میکنن اونجا، اونا یه اتاقایی دارن، این اتاق راهبه ها رو کردن مثل هتل و مدرنش کردن و اینا، این موزیسیان ها میمونن روزا، میرن تمرین میکنن، بعد خب غذاخوری هست اینا، مثلا یه هفته بعد میرن دو سه ماه باز برمیگردن به کشورهای خودشون، بعد دوباره میان با هم کار میکنن، حالا دو بار یا سه بار این اتفاق میفته، بعد اونا ارائه میدن به عنوان تجربه، بعد اینو توی سفر دیگه به عنوان کنسرت اون وقت میان و به عنوان کنسرت مثلا ممکنه 500-600 نفر بیان، بعد رادیو هم ضبط مستقیم میکنه و پخش میکنه.
اتفاق برای همه اینا افتاده. بعضیا پروژه‌های خیلی بزرگتر بوده، مثلا یه پروژه بود به اسم مقام اکراسیون، یعنی مقام و خلاقیت. بعد اینا مثلا از تاجیکستان تا هند تا مثلا مراکش تا ایران تا تمام این کشورهایی که این فرهنگ مقام دارن اینا رو آورده بودن و اینها با هم طی یک هفته مثلا همین کارا رو کردن. خیلی پروژه بزرگی بود، پروژه‌ای که من اونجا پیاده کردم و هدایتش کردم و اجراش کردم روی چیز بود، موسیقی ایرانی و فلامنکو بود، با یه خواننده و یه گیتاریست و من بودم و یک ساز ضربی تنبک. برنامه‌هاتون عمدتاً از چه سازهای استفاده می‌کنید؟ من تار ستار استفاده. بله. تار ستار و یه نوازنده تنبک و خب بعضی وقتا که پیش بیاد با خواننده، با نوع سازیش اونجوریه یا نوعی که خواننده هم داشته باشه، خب این پیش اومده. من این نوع برنامه رو هم با آقای شجریان اجرا کردم، هم با آقای ناظری کردم، هم با آقای کرامتی کردم، هم با آقای قربانی کردم. دود عود با آقای شجریان، شب وصل هم با آقای شجریان، جلوه گل با آقای قربانی، یه ساز و آواز هم هست که با آقای ناظری. این همون کنسرتیه. کدومه؟ اسمش ببینین، اسمش ما عنوانش رو گذاشته بودیم کنسرت دیگر، دفعه آقای بیژن کامکار و آواز شهرام ناظری. کنسرت سایه روشن بگین. سایه روشن که عنوان یک سی دیه، ایده ای که توش بود ترکیب مدها و ریتم ها بود توی سیستم جدیدی در موسیقی ایرانی که شروع میشد از دشتی، میرفت به انبوهت ها و نوا و اینا و توی سری ریتم ها و به اصطلاح چینش های متفاوت که خب خیلی هم جلب توجه کرده بود و خیلی هم اکثریت دوست دارن این کار رو به خاطر اون دینامیسمی که داره و تنوعی که داره، هم از لحاظ تنوع ریتمیک، تنوع رنگامیزی مودال و این چیزا. بعد از مدت‌ها که من کنسرت نداده بودم ایران، یعنی از آخرین کنسرتم 12 سال گذشته بود، تصمیم گرفتم که کنسرتی بدم و اون سی دی رو با آقای خلج، مجید خلج که فرانسه زندگی میکنه، اجرا کرده بودیم. ایشون اومد و عنوان این کنسرتم سایه روشن گذاشتیم چون همون تیپ کار بود. داستانش اینه، سایه روشن. چهار عنوان کتاب چاپ کردیم تا حالا، ظاهرا نیست. این آخری تحلیل ردیف بود اسمش، ناشرش نشر نیه. یه کتابی بود 23
قطعه ضربی های علی اکبرخان شهنازی که ماهور نوت‌نویسی و آموزشی تحلیلی ردیف میرزا عبدالله، نگرشی نو به تئوری موسیقی ایران که ناشرش ماهوره. یک کتابی هم در امریکا چاپ شد سال 2000، ناشرش مزداست، که در واقع مجموعه اون نگرشی نو و اون نویسی آموزشی و تحلیلی و ایناست به زبان انگلیسیه و اون سیدیاش هم همراشه. توصیف بده منظورتون از موسیقی نظری چیه؟ ما چون موسیقیمون مکتوب نبوده، دستگاه ضبط صوت هم که نبوده، بنابراین از لحاظ تاریخی هم ما خیلی تاریخ پل تلاطمی داریم. یک روال مداومی از موسیقیمون و گذشته موسیقیمون نداریم. یه سری رسالاتی داریم که اینا رسالات نظریه که نوشته شده از زمان فارابی هست و بعد صفی‌الدین ارموی و بعد میاد آخریناش به مراغی میرسه. خب اینا یه بحثایی میکنن، یه مقدار بحثای نظریه که سنتش هم مثلا از سنت یونان قدیم گرفته بودن که چجوری فواصل و در مورد تقسیم فواصل و سیم و نمیدونم نسبت‌های ریاضی و اینا. ما در جستجوی موسیقی گذشتمون یه دوره خیلی به اینا برگشتیم و تکیه بر اینها کردیم. کسانی مثلا مثل مهدی برکشلی، دکتر صفت، دکتر مولانا که کارشون کار فیزیک صوته، یا حتی آقای کیانی یه مقدار، یعنی خیلی ارجاع دادن موسیقی به ما به اون طرف. خب این به هر حال یه موضوع جالبی همیشه هست برای بحث‌های نظری، ولی اینکه چه ارتباطی با واقعیت موسیقی ما داره این خیلی دقیق نیست. نکته دیگه اینکه رویکرد من با موسیقیمون و نظریه پردازی کردن راجع به موسیقیمون رویکردی بوده که از خود واقعیت موسیقیمون شروع شده، که اول نگفتم دیگران چی گفتن که ما ببینیم اون چیزی که اونا گفتن چه موسیقی میشه. من گفتم ما چه موسیقی داریم که استادان ما از زمانی که به هر حال روایت هایی داریم، ضبط هایی داریم، میدونیم چه موسیقیه، این چیه، حالا این ساختارش چیه، مثل یه زبان این دستور زبانش چیه. من روی این کار کردم و به خاطر همین اون بحث نگرشی نو به موسیقی ایرانی رو مطرح کردم. چون این وسط این دوتا که گفتم یه اتفاق دیگر هم افتاده، اون اتفاق وزیریه که وزیری میاد یه تئوری نوینی عرضه میکنه که در واقع موسیقی ایرانی رو میاد بر مبنای گامها و تئوری غربی ارائه میده که این خیلی سازگاری نداره و جواب نمیده و یه بخش مهمی از موسیقی ما رو به حاشیه میرونه و حذف میکنه. بنابراین با این تئوری که ارائه دادم خواستم یه تئوری باشه که این آشتی پذیر باشه با موسیقی ما، نه یه چیز
تصور باستانی بوده از یه چیزی که میتونسته باشه و ما نمیدونیم چیه، نه یه چیزی که ما تصور آینده نگری که یه چیزی که باز قراره که بتونه باشه. من اومدم یه در واقع برخورد ریالیستی کردم و واقع گرایانه کردم، گفتم همینی که هست چیه. اینه بحث نظری من. الان شما رو چه پروژه کار میکنه؟ من الان مدتی رو پروژه آواز کار میکنم، چون این کارهایی که من کرده بودم و منتشر کردم بیشتر متمرکز بر ساز بوده. یه مقدار کارهای اجرایی بکنم در شرایطی که مثلا بتونم با جوانایی که شاگردام هستن، الان یه دوره پختگی در موسیقی هستم و این به هر حال یه چیز کار فیزیکی هم هست. موسیقی معلوم نیست تا چند سال دیگه من بتونم این کار بکنم. الان فکر میکنم باید یه اجراهایی بکنم که به هر حال استفاده کنن کسایی که علاقه دارن به این موسیقی. من کارامو به اندازه کافی معرفی نکردم. من الان یکی از برنامه هام همینه و این کارم تو چند تا شهرستان که کردم که این کتابمو برم به مربیا آموزش بدم که اینو بفهمن که بتونن آموزش بدن، چون الان وضع آموزش موسیقی تو مملکت ما خیلی خرابه. یکی از کارام اینه، یکی از کارام اینه که کارهای گذشتم رو یه مقدار معرفی کنم، یه مقدار بشناسونم از همین تکنولوژی هایی که الان وجود داره با همین استفاده از تکنولوژی هایی که هست.